یک قصر رو هزار دریچه. دوستان عزیز سلام، خدا کنه خوب باشین. بازم به شنیدن برنامه یک قصر و هزار دریچه خوش آمدین. این کتابم که بسیار کتاب خوبش هست، زیادش از یاد دادیم. خب دوستا، چی فکر میکنین که واجما کدام کتاب از یاد خوش داشت؟ این سواله به این خاطر پرسیدم که امروز لالو ماما به میمانای خود در پلی دیگه دریچه در باره ضرب المثل ها یک دریچه واز میکنن. تو یادتان باشه که کاکاشپز طرز پختن یک خوردنی مزه‌دار به ما و شما یاد میده. پس بیاین که برنامه را با هم بشنویم. فهیم بیادر، زود قدمان که لالو ماما منتظر ما خواد بود. واجما خواد، ایقه تیستیز نرو که نفتی، لب جویم روان استی، آیستا آیستا برو. لالا، نمفتم، تو به فکر خودت باش. مشکل اینه یکی دیگه شام افت کنم، بار کج به منزل نمیرسه. آخ آخ، الان کفتیدم. اینه دستت اگرفتم، اینه. اوف، اگنی حالا در جویم افتادی. تشکر فهیم بیادر. برات نگفتم که آیستا آیستا برو و پیش روی طبیبین؟ تو در راه کتاب میخونی؟ این کتاب چی است؟ حال نشو لالا، بلا بود برکتش نه، خوب شد که تو بودی و مرا نجات دادی. چی گفتی؟ بلا بود برکتش نه، این چی مانا دگه؟ لالا، این ضرب المثل است، این کتابم که کتاب ضرب المثل است، بسیار خوشش دارم، زیادش از یاد کردیم. ضرب المثل چی ارزش داره و کی جورش کرده؟ ما هم زیاد نمیفهمم، بیا که قصر رسیدیم از لالو ماما پرسان میکنیم. درست است، بریم. اینه، به قصر خود رسیدیم، مگم لالو ماما معلوم نمیشه. اونه، لالو ماما در اونو گوشه قصر است، بیا که پیشش بریم. سلام علیکم لالو ماما. و علیکم السلام، مانده نباشین میمانای نازیم، خوش آمدین. خوش باشین لالو ماما مهربان. چرا طرفی یکی دیگه خود سیل دارین؟ چی گپ هست؟ واجما جان، ایده دست کتاب چی هست؟ لالو ماما، فهیم یک سوال داشت، با این کتاب ضرب المثل هست، بسیار کتاب خوبش هست. بیاین که داخل قصر بریم، باز در اونجا فهیم سوال خود پرسان کنه. درست هست، بریم لالو ماما. میمانای نازدانیم، حال بگوین که چی سوال داریم؟ لالو ماما، واجما خوارم امی کتاب که در دستش هست میخوان. ما گفتم ضرب المثل چی مانا و چی ارزش داره؟ لالو ماما، مام جوابی سوال نفهمیدم، باز برش گفتم که بیاز لالو ماما پرسان میکنیم. جواب این سوال خوب بسیار آسان است. او چه تو لالو ماما؟ گوش کنین، ضرب المثل جملات کوتاهی است که مانای کامل داره. او چطور لالو ماما؟ من خوصه ای نفهمیدم. آه لالو ماما، مام نفهمیدم. از شما چی پر؟ ضرب المثل سخنان کوتاه و مشهوری است که به قصه عبرت آمیز اشاره میکنن. لالو ماما، برای که خوب بفهمیم بگی دمی باره با ما یک دریچه واس کو. چرا نه؟ من خو همیشه وقت در خدمت شما هستم. اینه، ای شما و یام دریچه. سمیرا خوار، در این مجله بسیار معلومات جالب نوشته شده، بیا تا هم کتم یک جای بخوان. چه قصه معلومات است؟ درباره ضرب المثل ها بسیار گپای مهم نوشته شده. خوخی بلند بخوان که ما هم بشنوام. اینجا نوشته است که ضرب المثل به معنای مثل زدن، به فارسی داستان زدن است. مردم در گفتگوهایشان برای که منظور خود بهتر بفهمانند از ضرب المثل ها استفاده میکنند. چقدر جالب. نوشته است که ضرب المثل ها تجارب زندگی مردم گذشته ما است که نمایندگی از علم و فرهنگ و افکار آنها میکند. اگر در یک زبان ضرب المثل های زیاد باشه چه فایده داره؟ ضرب المثل ها بخش مهم از ادبیات شفاهی یا فولکلوریک هر زبان میباشد که در غنی ساختن همان زبان نقش مهم داره. ادبیات شفاهی؟ او چی مانا لالا؟ خوار جان، اینجا نوشته است که ادبیات هر زبان به دو نوع است، شفاهی یعنی گفتاری، تحریری یعنی نوشتاری، که در حال حاضر دانشمندان زیاد ضرب المثل ها را جمع کرده و ازشان کتاب چاپ کردن. چقدر خوب، دیگر روز که بازار رفتیم یک کتاب ضرب المثل میخرم. لالا تو بخوان که دیگر چی نوشته شده؟
ضرب المثل ها جملات کوتاه و پرمفهوم است که دارای معنی و حکمت خاص می باشد. بعض دانشمندان می گویند که مردم ضرب المثل ها را نسبت به شعرها بیشتر خوش دارند. او چطور؟ یعنی چرا مردم ضرب المثل را از شعر کده زیاد خوش دارند؟ اینجا نوشته شده به خاطری که فکر و ذهن شاعرها بالاتر از سطح و سویه مردم عام می باشد، اما ضرب المثل ها گفتار و تجارب مردم عام می باشد و به زبان عامیانه نسل به نسل ما انتقال یافته است. لالا داخل شعرها نام کسی که مشیر نوشته کده نوشته می باشد، از ضرب المثل چرا نام نویسندهشان نوشته نمی باشد؟ آفرین، بسیار سوال خوب کردی. اینجا نوشته شده تاریخچه و نویسنده ضرب المثل ها نامعلوم می باشد. در زمان گفته شده و حالت روانی مردم همو زمان در او بیان شده، مثل مشکلات، خوشی، غم، درد و غیره. لالا در اونو عکس دودان از ضرب المثل نوشته شده، یک رقمش مثل شعر است و دیگر رقمش مثل یک جمله عادی. او چرا؟ سمیرا جان، ضرب المثل به دو نوع است، منثور یا نثر، منظوم یا نظم. بعض ضرب المثل ها داستان خاص خود داره. خو منظوم منثور در کتاب دری خواندیم. باش، اینجا مثالاش هم نوشته شده. منثور گپ راست را باید از اطفال شنید، بی ادب با هزار کس تنهاست. منظوم با ما بشینی ما شوی، با دیگ بشینی سیاه شوی. به پشت چشم خود از عیب تا به عیب شوی. قسم بفهمیم که یک جمله ضرب المثل است؟ در ضرب المثل ها کوتاه بودن، پرمعنی و مفهوم و دلچسب بودن بسیار مهم است. هرگاه یک ضرب المثل این سه صفات را داشته باشه و مورد قبول مردم باشه، به نام ضرب المثل عمو زبان یاد میشه. خوب، راستی که بسیار معلومات جالب بود. تمامی معلومات در کتابچه خود یادداشت کردم. سبا به دوستای خود میگم. این معلومات خوب بسیار جالب بود. مام فهمیدم که ضرب المثل ها در یک زبان چقدر ارزش داره. و ضرب المثل ها به دو نوع است، منثور و منظوم. آفرین میمانای گلم، شما خود زیاد گپا را فهمیدین. و ایران فهمیدم که ضرب المثل ها بخش مهم از ادبیات شفاهی یک زبان است. این خوشبویی از کدام طرف میایه؟ لالا ماما، بوی کدام شیرنی است؟ شما چی پود؟ خیلی بیان که به آشپزخانه قصر بریم، ببینیم که آشپز باشی چی پخته میکنه. درست است لالا ماما، بریم. سلام علیکم آشپز باشی. و علیکم سلام، خسته نباشین. شما خسته نباشین کاک آشپز. زنده باشین میمانای عزیز. آشپز باشی بیادر، این تخم و میوه خوش که در دستت است، ایره چی میکنی؟ لالو بیادر، گپ خودت، از شما چی پاد؟ امروز پاچا سلامت، میمانای زابولی دارن و از ما خواسته که برشان کلچه خرمایی پخته کنه. کلچه خرمایی دیگه چه قسمش است؟ خیلی بریم پیش اونو میز. درست است. واه واه، چقدر چیزای زیاد سر میز ماندگی است و آماده پختن هستن. پاکش باز این گوش هستیم، آلو بگو که در کلچه خرمایی کدام مواد کار است؟ جان کاکاش، در کلچه خرمایی این چیزایی که سر میز ماندگی است تمامش استفاده میشه، مثل اینی 7 گلاس آرد و 1.5 گلاس بوره، اینی 3 دانه تخم و 1 گلاس شیر، پودر کیک، نمک، ایل، بادام، چارمغز، روغن، ماست و میخک، به اندازه ضرورت. کاکاش باز اول چی میکنی؟ جان کاکاش، اول خمیر میکنیم که من 2 ساعت پیش خمیر کده بودم. خمیرم رسیده. ببینه اینی چندان کلچرم پخته کدم. کاکاش باز در خمیر چی چیزا را انداختی؟ آرد، بوره را، تخم، 1 گلاس شیر، روغن، ماست، پودر کیک، نمک خوب گد کدم و باز خمیر کدم و 2 ساعت ماندم که خمیر برسه. کاکاش باز دو ظرف دیگه چی است؟ وجمه جان، دو اون ظرف میوه خشک و خرمای بدون خسته را از مکسر کشیدیم و میده میده کردیم. کاکاش باز این کلچه را کدام مردم زیادتر پخته میکنن؟ این کلچه را امروز بیشتر مردم در روزهای خوشی مثل روزهای عید، نوروز و میمانیا پخته میکنن، اما در اصل این شیرینی سنتی را مردم ولایت زابل بسیار پخته میکنن. آشپز بیادر، خیال درباره طریقه جور کردن کلچه خرمایی به میمانای ما معلومات بده. درست است. اول این قسم زغالای خرد خرد جور میکنم. اینه تا اینه شد.
آل زغالا را کم نازک آوار میکنم و در بینش نیم قاشق خرما و مغزیات میده شده را میمانم. دیگه چی میکنی کاکاش پس؟ آل زغالا را پس جمع میکنم که مغزیات در بینش پات شوه. باش که جمعش کنم. این قسم خو خو کاکاش پس آل چی میکنی؟ برد میگم وقت ای زغالا جور شد گرد جورش میکنم و چهار طرفش با چاقو این قسم برش میکنم. فهیم نالا بیبی وقتی که کاکاش پس برشش کرد مواد بینش معلوم شد. بین خمیر سفید، خرما و مغزیات رنگارنگ تو خوبش معلوم میشه. آها جان کاکاش ببینین چقدر شکل مقبول با خود گرفت، مثل گل معلوم میشه. کاکاش پس وقتی کلچا کلش آماده شدن باز چی میکنی؟ وقتی که کلچا آماده شد باز درویش زردی تخم مرغ و سیادانه رو مندازم، باز داداش میمانمش که پخته شود. کاکاش پس کلچا خو پخته شد، آل چی میکنی؟ آل از داش میکشمش. نه وجمه جان او نقابه بته که در قاب به شما بتم مزیشه بچشین. درست است کاکاش پس. اینه بیکی کاکا. تشکر وجمه جان. آشپز باشی فکر میکنم که کلچه آماده است. بله لالو بیاده. اینه بگیرین، ایرام شما بگیرین. اینه واه واه چی بوی خوبش داره. آلالا آوای دانه مام سر کرد، بسیار مزه دارد. خیر ببینی آشپز باشی بیادر. بخیر باشی لالو بیادر، نوش جانتان. خو خیر حال ما میریم. بخیر برین، پیش رویتان خوبی. لالو ماما خوب شد امروز طریقی پختن کلچه خرمایی را یاد گرفتم. تشکر لالو ماما. ما میگم خدا خلیف آشپز خیر بته، به خاطر که هر خوردنی رو او پخته میکنه. خیر باشه، کدام روز دیگه که آشپزخانه قصر رفتیم از کاک آشپزم تشکری میکنیم. آه امو تو میکنیم. امروز در قصر زیاد گپا را یاد گرفتم، ای که ضرب المثل ها چی ارزش داره و ضرب المثل ها بخش مهم یک زبان تشکیل میده و طرز پختن کلچای خرمایی را یاد گرفتم که خانه رفتم باز یک روز پخته میکنیم. بخیر. میگم آفرین، شما خو براستی که زیاد گپا را فهمیدین. لالو ماما با ما یک دریچه شنونده را واز کو که کدام خاطره شعر یا ترانه را بشنویم. درست است شرانه، ای شما و یام دریچه شنونده. نامم سنگر است. ای برادر گر تو استی حق طلب، جز به فرمان خدا مکشای لب. گر خبر داری زهی لایمود، بردهان خود بنه مهر سکوت. ای پسر پند و نصیحت گوش کن، گر نجاتی بایدت خاموش کن. هر که را گفتار بسیارش بود، دل درون سینه بیمارش بود. عاقلان را پیش خاموشی بود، پیش جاهل فراموشی بود. خاموشی از کسب و غیبت واجب است. بسیار شعر خوبش بود. امروز هم مثل دیگر روزا تمام دریچه خوشم آمد و زیاد چیزا ازش یاد گرفتم. میگم آفرین شما، تمام این معلومات ها با دیگه دوستکایتان هم بگوین. درست است لالو ماما. لالو ماما اگه اجازید باشه که ما خانه بریم ناوخت شده. خی برین پناهتان با خدا. دوستای خوب، شما شنونده برنامه یک قصر و هزار دریچه بودین که در مؤسسه تعلیمی افغانستان نوشته و جور شده بود.